خوش آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. در مورد مطبوعات این هفته از واکنش ها به سقوط هواپیما خواهیم گفت تا سیل در سیستان و بلوچستان. و واکنش هنرمندان به اتفاقهای بدی که در چند ماه اخیر اتفاق افتاده و عملا تحریم جشنواره های فجر. سلام آقای بهنود. در هفته که گذشت با توجه به خبرهایی که اومد از اصابت موشک به هواپیما، نقش رسانه‌ها دوباره پررنگ شد و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران بیانیه‌ای صادر کرد و گفت اون چه که تو شرایط فعلی داره میتونه جامعه رو با خطر مواجه کنه فقط خطر پرتاب موشک یا جنگ نیست، بلکه فقدان رسانه آزاده. و اینم دیدیم تو هفته گذشته مثلا اصلا خبری از اعتراضات خیابانی یا حتی درگیری‌ها و خشونتی که باز نیروهای انتظامی دارن انجام میدن نبود در رسانه‌ها یا مطبوعات تهران. این پیشنهادی که در حقیقت انجمن روزنامه‌نگاران تهران کردن و خوشبینانه‌ای که به صحنه کردن حرف کاملا درستی است، ولی به نظرم نمی‌رسه که با حفظ شرایط موجود و بدون تغییر اساسی این نظم رو بشه به هم زد. به هر حال هر مطلبی که عنوان یا شکل یا خطاب امنیتی انتظامی پیدا میکنه فوراً اینطوریست که میره در بستر یه جایی غیر از روال معروف. نه وزارت ارشاد نه دولت اینا هیچ کدوم مسئولش نیستند و روزنامه‌نگاران که میمونند در مقابل یه حوادثی که هیچ مسئولی هم پشتش نیست، همش پنهان صورت میگیره، اهم از اخطار، احضار، شبیه. بنابراین نه، فکر نمی کنم که تغییر عمده داده باشه، اما اینطوری نیستش که روزنامه ها به حال منعکس نکردن که در اون سه روز بهشون چه گذشته. اگه موافقید از اول روزنامه خود دولت، روزنامه ایران شروع کرده و گفته که معمای سقوط در واقع تیتر اولشه. یادتون باشه که روزنامه شنبه است، اما روزنامه های هر روز روز قبلش بسته میشن. بنابراین ایران موقعی که بسته می شده است هنوز خبر به صلاح عذرخواهی و تایید خبر شلیک موشک از داخل به طور رسمی اعلام نشده بود از طرف سپاه، اما داریم در گزارش اصلی ایران می بینیم که داره به موضوع نزدیک میشه، یعنی با همون عنوان اصلی که روش هستش داره به موضوع نزدیک میشه، یعنی داره خبر میده که یه خبرهایی هست. خب روزنامه بعدی هفته صبح هست، ما را ببخشید. تقریبا همه روزنامه ها یک نوعی نشون دادن، شاید هم لازم نشون دادن نبود، همه مردم می دونستن که در سه روز پیشش چطور روزنامه های ایران عموما درباره این ماجرا سکوت کردن و فقط روایت اعلام شده رو گفتن. روزنامه نگیست هم خب مثل همه مردم، شاید بیشتر از اونها در جریان خبرهای از بیرون این طرف اون طرف بودن و طبیعتاً بهشون یه جای سخت میشد. از بین همه واکنش‌هایی که نشون دادن وقتی که اوضاع رسید اونجا که میشد گفت، به نظر من واکنش روزنامه اجتماعی هفته صبح شاید گویاتر بود که در قالب یه عذرخواهی از خوانندگان بیان شد. بگید آرش خوشخو چی نوشته؟ نوشته که ببخشید ما را که حوزه در عرصه خبررسانی و شفافسازی حقیقت حرفای آن مجری مشهور با سوابق خلبانی و آن کاپیتان خوشنام را در مورد رفتار هواپیما بعد از اصابت موشک قابل استناد دانستیم. ببخشید ما را مفصل توضیح داده. ببخشید ما را که در هجوم کارشناسان مدعی خوش سخن با رگهای گردن برآمده به صفحات تلویزیون و روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها نتوانستیم آنطور که باید و شاید نگاه ژورنالیستی خودمان را خوب انجام دهید. و ببخشید ما را که در واقع حالا به چه کسانی اعتماد کردن، از آقای عابدزاده تا آقای جعفرزاده. ببخشید که فکر کردیم انجمن متخصصان هوا و فضای فارغ التحصیل در واقع همه چی رو میدونن و بهشون اعتماد کردیم. در آخر هم میگه که ما را ببخشید که کارمان را درست انجام ندادید، ما را ببخشید. و حالا این کلمات هیچ فایده ای ندارد، حقیقت افشا شده است و ما گنگ و مبهوت در گوشه ایستاده ایم. بله،
حالا اگه موافقید روزنامه سوم هم ببینیم اعتماد رو. روزنامه اعتماد هست که سیل خوزستان، استان سیستان و بلوچستان رو ببخشید دیده. سیل واقعا ویرانگری بود. مردم اون مناطق اکثرا دامداری و کشاورزی میکنن، تمام زمین های کشاورزی به گفته کارشناسان تخریب شده. نمایندگانی بودن که اعتراض کردن که مدت هاست دارن میگن این رودخانه ها باید لایروبی بشه و نشده، و الان مردمی هستن که نیاز به کمک فوری دارن، کشاورزانی که در واقع دار و ندارشون رو از دست دادن و همه چیشون از بین رفته. چند تا گزارش خیلی خوب تو روزنامه توی هفته گذشته خوندیم، از جمله همونطور که انتظار میرفت گزارشی که زهرا کشوری داده بود در روزنامه ایران، و اینجا نوید این داده میشه که خانم کشوری الان میشه گفت که یک خبرنگار برجسته‌ای در سطح جهانی است برای این نوع حوادث، برای شناخت گوشه‌های دورافتاده، اهم از زیبایی‌هاش، هنرهای نهفته‌اش، بدرفتاری‌هایی که بعضی جاها میشه و این حوادثی که به وجود میاد، ابعادش. و گزارش فوق‌العاده خوبی بود. البته گزارش‌های دیگه هم وجود داشت که رسید، منتها زیر فشار مسئله سقوط هواپیما و فاجعه و نگرانی خانواده اونها عملاً داشت موضوع رفع می‌شد که اعتماد پیش کشیده. در اونجا در اون کنارم یه مقاله میخونه از آقای عبدی که خیلی فعال در این هفته برخورد کرد، چندین مقاله نوشت درباره همین ماجرا. در این مقاله سه تا وجه مهم ماجرا رو میگه، از جمله اینکه میگه آبروی هر نظامی در گروه عزت و سربلندیه و احترامی است که مردمش دارن، نه برعکس، نه اینکه، وگرنه نظام ها همه مفتخرند. موقعی درسته که این عزت متعلق به مردمش باشه. با این مقدمه شروع میکنه و از جمله پیشنهادهای خیلی سریع میکنه، از جمله اینکه میگه که شما چرا موضوع رو تمام شده دیدید؟ دست کم از روز اول اعلام میکردید باید تحقیق کنیم. این به اصطلاح رو راستر بود تا اینکه یک ورسیونی که در ذهنتون بود اونو شروع کنید تاکید کردن روش. یه نکته دیگه هم که آخرش میگه که میگه شخصا شاهد بودم وقتی که دروغگویی بعضی از دستاندرکاران رو شرح میدم یا دیگران گفتن، طرفای شنونده به جای اینکه ناراحت بشن یا عصبانی بشن شروع میکنن به خندیدن. برخورد تند و از روی ناراحتی مردم با پنهانکاری در این ماجرا به نوعی تصفیه حساب با تمامی دروغ‌های گفته شده قبلی نیز هست. یادتون هستش که دو هفته پیش یه مقاله ای از آقای حجاریان برگزیده دیدبان گرفته بودیم که تو اون اشاره کرده بود که از خوشسالی و دروغ، بله، که کوروش گفته است، دروغی که بنیان کنه. بله. خب روزنامه بعدی همشهری هست، شهر در اندوه سقوط. انتقاد دیگه هم که میشه اینه که خب تقریبا اکثر مردم ایران خودشون رو داغدار و سوگوار میدونن و دوست دارن در این مراسمی که خانواده ها دارن برگزار میکنن شرکت کنن، ولی عملا داریم میبینیم که در واقع تشییع جنازه ها خیلی خصوصی و فقط با حضور خانواده ها برگزار میشه و مردمی هم که میرن در اعتراض یا برای همدردی باز در خیابون ها سرکوب میشن. و به نظر من همشهری اینو قشنگ دیده که خیابون رو، احتمالا خیابونی هست بله در تهران، چون برج میلاد هم داریم میبینیم و نوشته شهر در اندوه سقوط، علیرغم اینکه شاید از اون اعتراضات و اون شمع هایی که مردم روشن میکنن و اینا خبری نیست. بله اون بیلبورد خودش داره حرف خیلی مهمی میزنه. خب روزنامه جوان. به این روزنامه جوان، خب به هر روزنامه سپاهه، یعنی شما روزنامه سپاه خب به هر حال توقعتون همین است که از حرکات سپاه دفاع کنه، منتها بعضی اوقات هستش که این ممکنه که در یه وضعیتی بیان بشه که تعجب برانگیز شه. آقای عبدالله گنجی مدیر روزنامه مطلبی نوشته است در این شماره با عنوان معنای شلیک، میگوید اشاره مستقیم به مسئله به اصطلاح پرتاب موشک و سقوط هواپیما نمیکنه، ولی پشتش عملا داره اون رو میگه، مستتر تو کلماتش میگه که این موشکی که شلیک شد، مقصود موشکی است که به پایگاه آمریکایی‌ها در عراق شلیک شد، این رو دست کم نگیرید. و چند تا اشاره میکنه که میگه که این شلیک دومین شلیک به آمریکا در طول تاریخه. من نمیدونم که ایشون البته متخصص تو این کار و میدونم که دکترها این کار دارن، ولی من نمیدونم که چرا مثلا فرض کنید که جنگ ویتنام رو که توش صدها عید تت معروف و اینا اتفاق افتاد اون رو حساب نمیارن، میگن که یه دونه شلیک در سالار ژاپنی یاماموتو کرد 1941 آخر جنگ،
که بعدم آمریکا رفت زد او رو کشت و بعدم بمباران اتمی شد و 220,000 تا کشته. و دومیش هم اینه که ما الان انجام دادیم و این جهان سوم رو کاملا مسائلش ریخته به هم، در مقابل جهان نظامی ایستاده، این سلاح شلیک شده به اونی بوده. خلاصه معتقد است که جهان از جهات مختلفی تغییر نگرش داده است نسبت به این توان و غرور ملی. چند تا کارتون آوردین که همگی در واقع یه نوعی این سقوط هواپیما رو دیدن، میخواین با هم ببینیم. اولیش هادی حیدری هست، همین بحثی که شد در واقع معذرت خواهی رو دیده، ولی اینکه اون معذرت میخوام در واقع باز انگار یک چماقی هست بر سر مردم. بله، در حقیقت میشه گفتش که جبران کردن دو سه روزی رو که امکان انتشار کارشون وجود نداشت یا خیلی کم وجود داشت، یعنی فقط شهرونگ بود که انعکاس داد کردن. این اولی که مال هادی حیدری است که میبینید، بعدی از نازنین جمشیدی هست. واقعا خوندن این چیزهایی که در واقع مسافران توی هواپیما نوشته، آرزوهایی که برباد رفت، چند تاشون رو میخونم. همه میگن چند سال اولی سخته ولی بعدش درست میشه، از قول یک خانم آقاییه. به بابا نگفتم زودتر برمیگردیم که سورپرایز بشه، مادر و پسری هستم. میریم برای اینکه تو خوب درس بخونی و یه آینده خیلی خوب داشته باشی. و در واقع همون آرزوهایی که به نوعی همه برباد رفت. بعدی میر شاه ولد هست، مرگ رو و داس مرگ رو نشون داده، سیلش رو بذاره. اسرائیل اومده میگه که چجوری ببرمتون، سیلش و زلزلش و سیل بدم، زلزله بدم، چیچی بدم. اون طرف که ایرونیه میگه همه رو با هم بده. بعدی احمد عربانی، باز هم هواپیما رو دیده. اونا با شادمانی میرفتند ولی نگاه غم انگیز همگانی در نفته. بریم سراغ مجله ها. آقای بهنود، کرگدن. بگید شما اول اون مسئله های دوست برای اینکه کرگدن، من فکر میکنم تم اصلی مجله رو یه جوری انگار خشونت دیده توی زوایای مختلف. ولی حالا من چیزی که از نظرم جالب بود، مکاتبات و نامه هایی هست که آقای بهنام ناصری با آقای براهنی منتشر کرده. ایشون درباره نیما اخوان شاملو نظراتی داشتن توی این مطلب هست. جایی که به نظر من جالب بود وقتیه که در مورد سانسور مطلبیشون توی یکی از نشریه ها میگه. میگه که آدم هایی رو که دست میبرن تو کار نویسنده، سانسور میکنن، قیچی میکنن، نظرات خودشون رو وارد متن میکنن یا هر کاری که دلشون بخواد با متن نویسنده میکنن رو باید رها کرد، چون این آدما فکر میکنن که دوست دارن اینطوری دیده بشن یا حتی دوست دارن که بهشون محبت بشه. اینا رو باید در واقع ندیده گرفت و به جای پاسخ به این قبیل شیطنت ها باید کار جدی ادبی تحویل داد. و من فکر میکنم که این رو شاید بشه سرق داد به همه اتفاقات و حرفایی که این روزها مدام زده میشه یا انتقادهایی که همینطوری هر کسی به هر کسی تو بخشای مختلف دیده شده. بله. تو شروع کار توی سرموالی نوشته آقای میرفتاح سلطان و شبان، نمیشه شما هم حاکم باشید هم هیچ کاره و هم هیچ مسئولیتی به عهدتون نباشه، در عوض همه کازوپوزها رو سر یه نفر دیگه خراب کنید. این اصل حرفشه. میگه ما ایران مطلوبی که میخوایم چیه؟ و این سوال مقدر رو پیش میکشه. بعد از اونجا میاد به این که در دوره های معاصر تاریخ چه کرده این با این موضوع، و بعد میرسه به این فرهنگ شبانی و رمیگی که این اصطلاح رو یادتون باشه از محمد مختاری داریم که هم چند تا مقاله راجبش نوشت، هم یک کتابی در حقیقت حول این محور منتشر کرد، هم یک شعری خیلی خوب باز میگه. اما اون بخشی که شما ندیدید، این بخش جان فورد هست. حالا اینو داشته باشین، ولی اون بخش آقای برمنی که گفتین چند تا چیز مهم داره. یکی مصاحبه است با رضا فرخفال کرده، کمتر این کار کرده است آقای فرخفال، با موضوع آشناست و خیلی مصاحبه مهمی از کار در اومده، خیلی مهمه. یکی هم با اکتای، چون دستش به خود آقای برمنی نرسیده متاسفانه، ایشون در حالش در وضعیتی نیستش که بتونه مصاحبه کنه. با اکتای یعنی پسرش
صحبت کرده و اونجا یه حرفای خیلی جذابی زده است اوکتای. پدرم آدم عاقلی نیست، هرگز نبوده. این رو به عنوان شکایت نمیگه، بلکه یه جوری تحبیبه. داره میگه که خلاصه خیلی چیزا به ما یاد داد که یه سختی هایی توش داشت. داره به اونجا اشاره میکنه و از دید یک پسر خیلی نگاه خوبی است، غیر از اینکه حالا مقالات متعددی وجود داره در این شماره که فهرست هم حتی واقعا نمیرسم بگم. مجله جدیدی آوردید به نام بادکوبه در مورد برند. ببینید این بادکوبه که اسمشو از اسم مدیرش گرفته که آدم آشنایی است، خب حسن بادکوبه و همینطور پدرشون و اصولا خانوادگی توی ماجرا. حسن بادکوبه از بازیگران تلویزیون بودن از بچگی. بله. یه چیزی بود با اکبر عدی بازی میکردن، الان اسمش یادم نمیاد، ولی یادمه که توی زیرزمینی در واقع حسن بادکوبه بچه آقای اکبر عدی بود، اینا میرفتن صابون درست کنن و کارهای عجیب غریب بکنن و اسم متأسف سریال خیلی معروفی هم بود. بله، به حال آدم خوش‌ذوقی هم پدر و هم پسرها. بله. ببینید خیلی ساده کنم قضیه رو به جای اینکه مفصل بشه، اینا رفتن امتیاز یه نشریه گرفتن به اسم خودشون، به اسم بادکوبه. بعد این نشریه درباره ارتباطات، تبلیغات و اصولاً ایده نور رو از آدم‌ها چگونه می‌شود در جامعه برد و گسترش داد، علم جدید چی میگه، دنیای جدید چجوری روبرو میشه با این صنایعی که شما می‌بینید که به سرعت یه ماه بعد از اینکه فلان ماشین منتشر میشه پیش فروش میشه در دنیا میلیاردها این بر اون بر میشه، این مارکای جدید و لوگوهای جدیدی که پیدا می‌کنن چه نقشی داره. این هم مسئله فوق‌العاده حرفه‌ای است. کاری که نکردن اینها اینه که نشستن خودشون به عنوان عامل تبلیغاتی مجله منتشر کنن، نه، دادن دست یک سری آدم های حرفه‌ای. آدم های حرفه‌ای کیان؟ همونایی هستن که شما در داستان همشهری سابق میدیدید و حالا توی سان و ناداستان دارید میبینید. آرش صادق بگی، عزیزم خانم طباطبایی، محمد طلویی، در واقع یه تیم حرفه‌ای روزنامه‌نگاری با یه تیم حرفه‌ای که داره کارهای تبلیغاتی هم می‌کنه. نتیجه‌اش اینه که نشریه فوق‌العاده‌ای از کار در اومده واقعا. یعنی من تصور می‌کنم به گام خیلی مهمی برای آشنا کردن صاحبان فکر به اینکه چجوری فکرشون رو عرضه کنند و چگونه تولیداتشون رو هر چقدر هم کوچیک باشه و از تو چیز بیرون شه چجوری بیارن بدن. و میگه که مجله خوش دست و خوش فرم و نیست. به نظرم میرسه که نوید این هستش که این مجله خوبی تو این زمینه که کاربرد جدی هم داره وارد صحنه شد. نان و قلم، این شماره دوم نان و قلمه. یادتون باشه شماره اول رو نرسیدیم که معرفی کنیم، فقط جلدشون رو دادیم و نوید دادیم که اومده است. یک گفتگویی با دکتر مدنی کرده سعید مدنی با اطلاق هولناک فقر. واقعا توصیه میکنم که هر کسی به این موضوع، وقتی این نسل که تعدادشون هم متاسفانه زیاد نیستند، زنده یاد هدا صابر بود، آقای سعید مدنی بود و چند نفر دیگه از همفکرهای خودشون، اینها دلسوخته و هزینه داده این نگاهند، نگاه این که جامعه رو آباد میخواد و خیلی وارد منطق سیاسیش نمیشه اتفاقا، ولی در عمل هر کدوم از اینها بیشتر از آدمای سیاسی زندان رفتن واقعاً سالهای طولانی. واقعا من اصلا خوشحالم که آقای مدنی دارن میرسن، چون واقعا در تمام سالهایی که زندان بودن جای نوشته هاشون خالی بود، انقدر نگاه دقیقی به مسائل اجتماعی به خصوص آموزش، فقر اینا دارن که واقعا این نگاه اصلا و نگاه بسیار خونسرد و آموزنده ای. در اون مدتی که زندان بود دو تا کتاب نوشته شد، واقعا از برجسته‌ترین کتابایی است که وجود داره. جامعه و قلم یه بخشه که گفتگوهای مدنی اینجا اومده، دستگیری کودکان کار به اتهام فقر. میخواین یه نگاهی بکنید به مطلب آقای مدنی، یه نگاه کوتاهی بکنید؟ بله، این اتفاقا یه کتابی نوشته است، ضرورت مبارزه و پدیده فقر و نابرابری در ایران. در اونجا مسئله فقر کودک رو مطرح کرده. اینجا ازش میپرسه خانم رکسانا گل محمد که تا اون زمان تفاوت جدی بین این دوتا، یعنی فقر عمومی و فقر خصوصی که بحث کتابه، قائل نبودید. حالا اینجا اومدید از ضرورت‌های متمایزسازی فقر عمومی و فقر کودک برامون بگید. حالا میگه این مسئله چند تا زاویه میشه بررسی کرد. اولین وجهش که مطالعات زیادی هم
هست و تایید شد و اینا، این موضوع هست که مسئله اجتماعی کل جامعه رو به یک میزان مورد تهدید قرار نمیده و همیشه بسته به متغیرهای گوناگون گروه‌هایی رو بیشتر در معرض خطر قرار میده، که در اینجا به طور مشخص میشه به کودکان، زنان، سالمندان با معلولیت‌های مختلف، اینها هستن که مشمولش میشن. در مورد فقر هم همینطوره. تا مدت‌ها تصور میشد که فقر به یک میزان عادلانه یکسانی جامعه فقیر میشه، در حالی که اینطوری نیست. بعدن دیده شد که خانواده فقیر، زنان بیش از سایر اعضای خانواده دچار مشکل میشن. بله. و بنابراین احساس مسئولیت اونها با مواجهه با کمبود مواد غذایی جدیتره به طور طبیعی در مورد زنان. و به این ترتیب وارد اون بحث کلی میشه که کودکان فقیر، زنان فقیر و سایر گروه های در معرض آسیب های قربانی شدنی و محصول سیاست های کلان اقتصادی اجتماعی بودن اینا. در واقع دولت سیاست هایی رو اعمال میکنه که به نابرابری و فقر بیشتر میانجامه و در این شرایط گروه های بیشتری زیر خط فقر سقوط میکنن، که به خصوص در این مورد روی کودکان تاکید. ما تقریبا در دوران بعد از انقلاب هیچ وقت به این میزان گسترش فقر و عمیق شدن نابرابری اجتماعی رو تجربه نکرده بودیم. خب بریم کارتون آخر رو ببینیم از فیروز مظفری. نکته‌ای که خانم مظفری دیده، نکته‌ای که اتفاقاً در این روزهای گذشته خیلی ها بهش به خصوص در شبکه‌های اجتماعی اشاره کردن، این روزها که حال همه بده و همه بالاخره یه جوری ناراحتن و این حرف ها هی رد و بدل میشه، باید مواظب بچه ها بود. فکر میکنم این در روزنامه منتشر نشد. نشد. تو فقط این هم تو شبکه شده. از صفحه خودشون بعد سرقت کردن. من خودم تجربه هم اینه که دیروز تو پسرم میگفتش که مامان به نظر من کارتو عوض کن، کار خیلی سختی داری. و تهش اینه که بچه ها در هر صورت میفهمن و ما همش باید مواظبشون باشیم. بریم نکته آخر. آقای رسانه چه کردی با اعتماد مردم؟ از شهاب نووی میگه که در روزهای اخیر هر وقت با خودمان گفتیم که دیگر آخرینش بود و خبر بدتر از این ممکن نیست به گوش و چشممان برسد، دست روزگار گذاشت توی سفره‌مان، گفت این که چیزی نیست، صبر کن باقیش رو بهت نشون بدم. من هم توی این چند روز صبح‌ها که از خواب بیدار می‌شدم، مثل اکثر شماها وقتی دستم رو به سمت گوشیم می‌بردم تا اخبار روز رو چک کنم، ناخودآگاه به خودم لرزیده و دلاشوب می‌شدم. بعد میگه که با چند تا قرص های مختلفی آشنا شده، برای تپش قلب، برای استرس، برای افسردگی، و شروع کرده اینا رو خورده علارغم اینکه اهل قرص و دوا نبوده. و از اخبار میگه، از رسانه های داخلی، از رسانه های خارجی، که هر کدوم یک نوعی آقای نویسنده رو مایوس کردن به دلیل حرف های حالا تکراری یا حرف هایی که خیلی شاید از نظر ایشون به واقعیت نزدیک نبوده. نکته آخرش میگه که نتیجهش این میشود که مادر بزرگ 80 ساله هم به من میگوید دیگر بگویند ماست سفید است، هم باور نمی کنم. خب خیلی ممنون آقای بهنود. من اینجا باید یه خبر نسبتاً برای خودمون تلخ رو بگم که این آخرین برنامه دیدبان به شکل فعلیه. در این برنامه سعی کردیم مهمترین وقایع هفته رو در روزنامه ها بررسی کنیم و همچنین نگاهی کنیم به مجلات از هر طیف فرهنگی، هنری، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، و امیدواریم بتونیم در بخش های مختلف تلویزیون به شکل های مختلف مرور مطبوعات رو ادامه بدیم. البته آقای بهنود در رادیو همچنان مرور کتاب خواهند داشت و در وبسایت هم به مرور مجلات، کتاب و رویدادهای فرهنگی ادامه میدن. من در به جای خداحافظی بذارید که این درد دل کوتاه رو با شما بکنم که من یکی از خوشبخت ترین آدم ها بودم، از جهت اینکه من تنها کاری که بلدم روزنامه نویسی است و هیچ کاری دیگه ای بلد نیستم. اگرم گاهی اوقات یه حرفی در زمینه های دیگه میزنم، از سر هیجان زدگی است، قابل اعتنا نیست. بنابراین خیلی باعث خوشحالی است که یک بازنشسته ای در بازنشستگیش کارش این باشه که ادامه زندگی حرفه ای خودش رو بخونه، و این به نظرم به هر کسی دست نمیده. و من هم قصد ندارم که تا آخر عمرم از این کار دست بردارم.
دیدبان فرصت خیلی خوبی بود و خیلی متشکرم از بی بی سی فارسی که این فرصت رو داده شد که در تماس نزدیک هر روزه با بچه های نسل بعدی خودمون بکنم. بعض جا هم غور زدم، بعض جا هم که اقتضای سن لابد، بعض جا هم اشتباه کردم، کارتون رو غلط تحلیل کردم، اینا هم همه هستش و مطمئنم که اینطوری هست و مطمئنم هستم که کسایی که مخاطب این اشتباهات من بودن به بزرگواری خودشون میبخشن. ولی تصور میکنم تو که شما گفتید به هر حال به یک نوعی تا حیاتش هست ادامه میدیم. من فقط قبل از اینکه بخوام برنامه رو در واقع تمام کنم، بعد یه یادی بکنیم از تمام کسانی که در این برنامه در این سالها بودن. ندا سانیچ یک از اولین تهیه کننده های دیدبان بود، نازنین معتمدی، همینطور فرناز قاضی‌زاده سالها مجری این برنامه بود. همه ما در کنار شما واقعا روزهای خوبی رو گذروندیم و کلی هم چیز از شما یاد گرفتیم. انشالله که این همکاری ادامه پیدا کنه. اما یه چیز دیگر رو باید بگم که دیدبان هدف دیگری هم داشت، تلاشی بود برای شفافیت بیشتر و پاسخگویی صریح به مخاطبان بی بی سی فارسی. اگرچه این برنامه به شکل فعلی اون متوقف میشه، اما این تلاش پایان پیدا نمیکنه. حضور دیدبان در شبکه‌های اجتماعی ادامه خواهد داشت و از این طریق امید داریم سریعتر و سریعتر به سوالاتتون پاسخ بدیم و انتقاداتتون رو بازتاب بدیم. شما هم سوالها، ابهامها و انتقادهای خودتون رو با دیدبان در توییتر طرح کنید تا همچنین ما رو در این بار راهنمایی کنید یا یاری بدید. راههای تماس ما هم به این ترتیبی که بهتون میگم: در توییتر @BBC دیدبان، در تلگرام @BBC شما و در اینستاگرام @BBC پرشین. ممنونم که این سالها با دیدبان همراه بودین. براتون روزهای خوبی آرزو میکنیم و همینجا به همراه آقای بهنود از شما خداحافظی میکنیم. شب و روزتون خوش.